با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت جمعه شب به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا لندن نشسته اید. جمشید چالنگی هستم، چون دیگر جمعه شبها و دیگر شماره های تفسیر خبر مهمترین خبرهای ایران، منطقه و در عرصه بین المللی آنچه را که مربوط به ایران است مورد بررسی قرار می دهیم. در گفتگو با میهمانان برنامه آقای دکتر علیرضا نوریزاده در استودیو لندن و آقای دکتر محسن سازگارا در واشنگتن. آنچه که آیت الله خامنه ای زیر عنوان نرمش قهرمانانه در برابر غرب خوانده است، چه پیامدها و چه بازتابهایی در پایتختهای اروپا و آمریکا داشته است، و آنچه که آقای جواد لاریجانی در ارتباط با سخنان آقای خامنه ای گفته چه واقعیت هایی دارد یا ندارد. آقای لاریجانی گفته است اظهارات آقای خامنه ای نشان دهنده قدرت ماست. دعوت آقای خامنه ای و آقای حسن روحانی از سپاه پاسداران برای گسترده تر کردن نقش سپاه در اقتصاد مردم، در اقتصاد روزانه مردم، حتی اقتصاد معیشتی مردم چه پیامدهایی برای مردم ایران خواهد داشت. آزادی چند تن از زندانیان سیاسی در تهران. اهل سنت خواستار آزادی زندانیان سنی مذهب شده است و همچنان صدها زندانی دیگر در زندانهای ایران به سر میبرند، بلکه بیش از 1000 زندانی سیاسی دیگر. آیا آنان نیز آزاد خواهند شد؟ پرسش ها بسیار است، در میان میگذاریم با میهمانان جمعه شبهای تفسیر خبر. با شما هستیم تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده خوش اومد. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای عزیز و همینطور همه بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری. همزمان با شرکت تیم ایران در مسابقات بین المللی کشتی برنده شدنش، اول شدنش، آقای خامنه ای البته پیش از اینکه نتایج کاملا روشن بشه اصطلاحی رو به کار بردن، در کشتی هم خودشون اشاره کردن، این نرمش قهرمانانه بیو در واسی نزدیک شدن به همون جام زهر هست یا نه واقعا یک دیپلماسی جدید قابل اعتماد هست برای غرب؟ اولا اجازه بدید به بچه های توشک تبریک بگم، به همه شون از جانب توشک کشتی دیگه. بله. و سربلندمون کردم. من یادم منچستر رو اون زمان خداونده بود، سیفپور بود، بچه های اون زمان بودن و حالا بچه های ما اومدن دوتا مدال طلا گرفتن و دوتا نقره، دوتا برونز و با 48 امتیاز اول شده. بسیار عالی. و آخرین بار 5 طلا داشتیم، 2 نقره، 1 مقام چهارم، نیست؟ بله بله. و خب نه، این از اینکه مسابقه جهانی بود در مجارستان. تیم فوتبال استقلال هم شادمون کرد که برنده شد و رفت به نیمه نهایی. درود به همشون. اما آقای خامنه ای به نظر من یک اشتباه کرد، یعنی نشون داد آقای خامنه ای کشتی رو زیاد نمیدونن، برخلاف جاهای دیگه که خیلی وارد هستن. در مورد کشتی هیچ آگاهی ندارم، چون در کشتی آدم هیچ وقت نرمش نشون نمیده. جاهایی شو... که میگین وارد هستن منظورتون ورزشی مثلا؟ حالا در عرصه‌های دیگه نه، در عرصه‌های غیر ورزشی. ایشون فقط کوهنوردی خوب بلده، اونم مال اون زمانای سرحالی بود. به هر حال ایشون میگه در کشتی دو تا حریف گاهی باید نرمش نشون بدن برای اینکه بتونن برنده بشن در اوج قدرت. در کشتی شما به محض اینکه نرمش نشون دادی لنگتون میکنه طرف رو میبره رو پل ضربه فنی. اتفاقا در دیپلماسیه که آدم باید نرمش نشون بده، در دیپلماسیه که خردگرایی، عقلگرایی ایجاب میکنه که آدم گاهی نرمش نشون بده. اما بعضی از رژیم ها هستن این نرمش رو زمانی نشون میدن که دست و پاشون تا خرخرشون توی گله و راهی ندارن، گزیری ندارن جز این. ملتی به خشم آمده، اقتصادی ورشکسته. با این همه آقای چالنگی اجازه بدید
بنده اسم جام زهر و غیره رو نیارم بگم، اگر آقای خامنه ای صادق در این کارش، حقا به این نتیجه رسیده که دیپلماسی مرگ بر آمریکا اثر نمی کنه و در مورد برنامه اتمی باید کوتاه بیان، من از این استقبال میکنم و این رو یک بشارت خیر میدونم که آقای خامنه ای سر عقل اومده، نشسته بررسی کرده، سوریه رو دیده، اوضاع رو دیده، اوضاع رژیمش رو دیده و میگه بسیار خوب، حالا کوتاه میایم. اما اگر این یه بازی باشه، این بار آقای خامنه ای باید بدونه همون پیام پر از مهر آقای اوبامای ضد جنگ یه بخشی داره که میگه راه حل نظامی سر جاشه، و به اضافه این که اسرائیل دستوردار نیست، اگر غنی‌سازی 20% بخواد ادامه پیدا بکنه ایران در معرض خطر قرار خواهد گرفت. امیدوارم آقای خامنه ای این بار صادق باشه. به اتفاق شما به واشنگتن میریم. سلام میگم آقای سازگار. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما های چلنگی، های دکتر نوری‌زاده عزیز، همه بینندگان گرامی، و به سهم خودم هم پیروزی قهرمانان تیم ملی کشتی رو تبریک میگم که بعد از 48 سال خارج از خانه قهرمان جهان شدم. سال 2002 در تهران هم قهرمان جهان شد. به هر حال منم ضمن تبریک از هر دوی شما متشکر هستم به نمایندگی از کشتیگیران عزیز. از کنم خدمت شما رو به کشتیگیر بودن قبول داریم های چلنگی. اختیار داریم. کشتیگیران ما بسیار دوست داریم. این حرفیش ارتباطی هم به حرف آیت الله خمینی نداره. ایشون یه زمانی گفت نه واقعا دوست داریم کشتیگیر و همه ورزشکارهای خوب، ورزشکارهای سالم همه جا هستن، ما دوست داریم همه ما. آقای سازگار، این نرمش قهرمانانه هرچه که هست بینندگانمون دربارش دیگه بسیار میدونن، اما چون به آینده ایران، سفره مردم مربوطه، پیامدهای تحریم که اگر را دیپلماسی درستی باشه این تحریم ها پایان بپذیره، خب طبعا گشایشی در سفره مردم به هر حال به وجود میاد، آنچه که از لای انگشتان بابک زنجانی ها ممکنه رد بشه و به سفره مردم برسه، این از این. اما یک نشونهایی هستش که اینها رو چطور تعبیر میکنی؟ مثلا آقای جواد لاریجانی، یکی از چندین لاریجانی صاحب قدرت در ایران که گفته که اکنون از قدرتهای ما پرده برداری شده است، و از این صحبتها که بله اینا در واقع نرمش قهرمانانه مطالبه رهبری برای پیشبرد اهداف نظام است، حرف آقای لاریجانی. حرف دیگه نماینده به هر حال یک تشکل بسیار مؤثر در بقای جمهوری اسلامی بسیج آقای محمد رضا نقدی هست که گفته، تشبیه کردم به صلح امام دوم شیعیان با معاویه، گفته که امام حسن، حالا اون شرحش مفصل است، بینندگان شیعه مذهب ما بهتر میدونه، به هر حال گفته آمریکا آرزوی صلح امام حسن را به گور میبرد و این حرفا رو نداریم خلاصش. من پرسش خلاصه کنم، این که آیا سیاست جدیدی رو به منافع مردم داره یا نه، یک ناچاریست و جام زهر و نوشیدن با آمریکا به نحوی کنار اومدن، سرکوب ها ادامه پیدا کردن، عرض کنم اقتصاد همونطور و همونطور ادامه پیدا کردن هست. ببینید آقای خامنه ای این لغت رو از روی کتاب شیخ رازی آل یاسی صلح الحسن که 40 و چند سال پیش خودشون از عربی به ترجمه کرده، صلح امام حسن قهرمانان ترین نرمش تاریخ عنوان اون کتاب هست، از قضا کتاب خوبی هم نیست به لحاظ تاریخی، ایشون این اسم رو از اونجا برداشته و به نظر من در واقع فرق ایشون با آقای خمینی این است که وقتی شکست خورد آقای خمینی در جنگ و حالا پیروز نشد حداقل و فهمید که راه اشتباهی رفته، رو کراسم گفت جام زهر رو سر کشیدم. ایشون این جام زهر سر کشیدن رو هم میخواد بگه که یک نرمش قهرمانان است و یک عده بادمجون درقابچین هم مثل جواد لاریجانی یا نقدی و دیگران آدم رو با این حرفایی که میزنن یاد وای بر اوروس دور فتلی شاه میندازن که میگفت اگر این شمشیرت مرصع ز نیام برکشم، همه درباری ها میگفتن وای بر روسا، وای بر روسا، حالا تو میدون جنگ شکست خورده بودن.
ببینید آقای خامنه‌ای، مشکل اصلیش مسئله تحریم هاست و درآمد نفت. پول حضرت آقا تموم شد، به هر قیمت میخواد که تحریم به خصوص قسمت نفتش برداشته بشه. این خلاصه بوده و دو تا شرط با همین برنامه قبلا راجع به شاه چالنگی صحبت کردیم مطرح بود، برای اینکه دنیا روحانی رو جدی بگیره. یکی این که اختیار داشته باشه از شورای امنیت ملی و شخص خامنه‌ای که مسئولیت مذاکرات هسته‌ای رو خودش داشته در 8 سال گذشته، جدی آنلاین چک بکنه. آقای سازگارم؟ بله، جلیلی آنلاین هر چه سر میز مذاکره میخواست بگه با خود آقای خامنه‌ای چک میکرد، میگفت و حاصلش افتضاح شده. اولین شرط این بود که آقای روحانی اختیار داشته باشه. خب آقای خامنه‌ای تفویض کرد. دیروز هم آقای روحانی در پریروز در مصاحبه با NBC گفت که من اختیار تام دارم. بله بله، این خبر شد. توانم خلاصه حرف بزنم بابت پروژه هست. آقای سازگار. بله. دوم هم این که ایشون باید نشون بده چیزی در ایران عوض شده. یکی از بهترین نشانه هاش آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر موسوی و کروبی و رهنوردی که دیروز در آستانه سفر آقای پریروز در آستانه سفر آقای روحانی به نیویورک تعداد اندکی از زندانیان سیاسی آزاد شدند و به این ترتیب در واقع میخواهد ایشون بگوید که آماده است. و آقای ظریف هم که الان به نیویورک اومده سعی داره میکنه غیر از خانم اشتون با تک تک وزرای خارجه پنجه به اضافه یک صحبت بکنه. حتی من در واشنگتن مطلع هستم رایزنی هایی کردند که شاید آقای ظریف با آقای جان کری هم صحبت کنه. هنوز ولی این سیاست پس یعنی شما تا اینجا میفرمایید که یعنی میشه اعتماد کرد واقعا قرار سیاست دیگه در پیش بگیره برای هسته‌ای؟ ببینید، معروفه که لنین وقتی که به قدرت رسید به تروتسکی گفت برو با آلمانا صلح کن، شده شلیتن پات بکنی بکن، ولی صلح کن، ما ارتش رو داخل روسیه احتیاج داریم. ببینید الان مشکل آقای خامنه‌ای نیست که به هر قیمت میخواد راه نفت رو باز کنه و درآمد نفتی که به 1 میلیون بشکه در روز صادرات رسیده و این لایحه جدید میرسونش به صفر، این رو بلکه جلوش رو بگیره. اما این که چه کار میخواد بکنن، من حالا تو قسمت بعدی اگر فرصت بدین عرض میکنم که استراتژی ایران در مقابل چیست. بسیار، پس میرسیم به قسمت بعدی. ولی من اشاره کردید به فتحعلی‌شاه، اون چه اوروس. بله، وای به حال اوروس، وای به حال که شم شمشیر مینایی که دود از پتر برخیزد. و اون شمشیر مینایی که پایین منبر ایشون هم مثلا میگفتن وای بر اوروس، وای بر نکش نکش که جان زیر و زبر خواهد شد. اون شمشیر در موزه کارتاژ یا لنینگراد، بله، در خود روسیه است. اون شمشیر مینایی فتحعلی‌شاه که به هر حال بخشی از قضایی. حالا آقای نوری‌زاده، آقای سازگار، این به نظر میاد که زیاد خوشبین نیستن. آیا غرب رو، نه اینکه دفاعی از غرب رو توجیه نیست، به هر حال یه چیز ابتدایی است. اینی که آقای جواد لاریجانی و بقیه میگن که رهبری یک سیاستی رو پیش گرفته که بیاد و فعلا گره‌های کار گشوده بشه و بعد کار خودمون رو بکنیم و همه اینا، آیا این شدنی است در دیپلماسی امروز؟ ببینید آقای، میشه بازم دروغ گفت؟ نمیشه دروغ گفت، ولی یه نکته خدمتون بگم. حرف درستی زد دکتر سازگارو، میخواد از یه طرف داخل رو بگه سیاستی دیگر آمد و در خارج هم خب نرمش نشون بده. اما بلا فاصله زمانی که تویتر و فیسبوک آزاد شد، اون نیرویی که هنوز اقتدار داره و قدرت دستشه بعد از اون اومد جلوش رو گرفت و همون خبری که فارس نیوز زد که بله آقا این خلل بوده، یعنی کسی سانسور رو بر نداشته، هول نکنی، سیاستی دیگر نیومده، همچنان سانسور برقرار.
خب این نشون داد که بعد به گمان من اگر آقای روحانی میتوانست در آستانه رفتن ایشون آقای میرحسین موسوی خانم رهنورد کروبی رو میورد بیرون، حس رو برمیداشت، اون وقت میگفت یه کاری کرد. خب خیلی دیگه هستن نه الان این زندانی هایی که اومدن اغلب مدت زندانشون به سر آمده، قاعدتا زندانی 2/3 میکشه باید بیاد بیرون. خب زندانی 5 سال محکوم شده، 4 سال 8 ماه زندان بوده. آقای دکتر زیدآبادی، خانم ستوده، مهسا امرآبادی، امینزاده، عرب سرخی، اینا همه شون زندانی هایی هن که اصلا سوال اینه که چرا زندان بودن؟ بیدلیل. بعد هم اینا رو زندانی کردن، اون اسباب زندان کردن اینا زاهل شده، یعنی دیگه آقای احمدی نژاد نیست، آقای روحانی است. بنابراین ببینید آقای روحانی تفاوتی که با آقای خاتمی داره اینه، آقای خاتمی قلبن آدم صادقی بود، اخلاقمند بود، آقای روحانی نیست. آقای روحانی یه سیاستمدار مکار ماکیاولیستی است که هر کاری رو ممکنه بکنه، از اوناست که به قول معروف ممکنه هم ایشون گفتن شلیته پاش کنه بره، لنین گفت به تروتسکی، ایشون شلیته هم لازم باشه پاش میکنه. اما مسئله اینه جمهوری اسلامی تا چه حد طاقت گشایش داره؟ جمهوری اسلامی که میگید آقای نوزاد چند جناحه؟ یعنی خود شما اشاره کردی. اولا یک، ببینید آقای خاتمی اگر آدم قلب پاکی بود، ما راجع به خداوند میدونه درباره آدم ها، اما چه میکرد در یه همچین نظامی؟ دو، این که همین که خود شما اشاره کردید، یک جناح دیگری هست که حاکمه. شاید مسائلش ایجاب نکنه رابطه با آمریکا. همین بگیر و ببندها، همین این که تأکید بر این که آقا توییتر اشتباه بود که آزاد شد. میدونید اینا آقای خمینی وقتی گفت جام زهر رو سر میکشیم، خب همه قدرت دست خودش بود. آیا همه قدرت دست نیست. خود آقای خامنه‌ای هست؟ ببینید و همین رو میخوام بگم آقای چالنگی، خمینی یه تشر میزد همه جا میزد، ولی آقای خامنه‌ای عملا نشون داد نه ملت به حرفش گوش میکنه نه ارکان نظامش، هر کدوم ساز خودشونو میزنه. و الان مافیای قدرت در ایران چند تا مافیای قدرتمنده، همین آل لاریجانی رو که میگید، اینا پیوندهای عجیب غریبی دارن. مرجع اعلای شیعه آیت الله وحید خراسانی پدرزن آقای صادقه، آقای علی لاریجانی به بیت مطهری وصله، اون یکی اخفیشون به فلان، یعنی اینا یه باند بزرگ مافیای قدرتمند سیاسی اقتصادی هست. خب اینا رو با آسانی نمیشه زیرا بشون زد. و همینطور الان وقتی نقدی، آقای نقدی در هر نظامی به عنوان مجرم و قاتل باید بازداشت بشه. ایشون حتی در قتل پسر عموش که کاردار ایران در روم بود، ایشون نقش اساسی داشت، عضو شورای مقاومت مجاهدین بود. آقای نقدی آدم کشه، آقای نقدی شکنجهگره، ولی اجازه داره بیاد سخن آقای خامنه‌ای رو تفسیر کنه و حتی بگه صلح امام حسن رو، آقای خامنه‌ای همونطور که آقای سازگارا گفت عبارتی رو که در کتاب ترجمه کردش استفاده کرده اینجا به کار میبره، ولی نقدی میتونه بهت بگه خوابش رو ببینه امریکا که صلح امام حسن رو انجام بده. پس در این کشور ضبط و ربطی نیست، هر کی فردا ممکنه یه پاسدار موشکی شلیک بکنه بزنه کشتی آمریکایی رو. بنابراین دنیا هم دیگه فهمیده دنیا اعتماد نداره. من فکر میکنم آقای خامنه‌ای الان بخنده رو به اوباما، اوباما ملق بزنه برای ظاهر قضیه، ممکن آقای جانکری هم بره با آقای ظریف ملاقات کنه، ولی نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظامی که دارای یک اراده واحد و سیاست واحد است به رسمیت شناخته نشد. دنیا هم احتیاط خواهد کرد، دیگه گولشون رو نمیخواد. حتی اداره اوباما، به اعتقاد من حتی اوباما هم احتیاط خواهد کرد، حتی اونم احتیاط خواهد کرد با همه اشتیاقی که برای در آغوش گرفتن آقای روحانی داره. شما هم همین اعتقاد دارید آقای سازگارم، یا این نظر رو یا این تفسیر رو یا این نگاه رو؟ بله ببینید، اون چه که آقای خامنه‌ای اختیار داده به آقای روحانی و او هم آقای ظریف رو مسئول مذاکرات کرده، ظریف هم قول داده ظرف 1 سال حل بکنه، این است که ببینید استراتژی بازدارندگی بهش میگن، سالها هم هست این رو سپاه داشته به این معنی، بهش میگن به اصطلاح مدل ژاپنی،
میخواهند که برای حفظ امنیت ملی و بازدارندگی از حمله همسایگان به ایران، من دارم تعاریفی رو که در ادبیات استراتژیک جمهوری اسلامی هست عرض میکنم، میگویند که ما از سه جزء سلاح هسته‌ای، یعنی خود سلاح، تکنولوژی موشکی که حملش بکنه و تکنولوژی کلاهک هسته‌ای که سوار موشک بشه، ما الان قسمت موشکش رو میگن داریم، ساخت کلاهک هسته‌ای رو داریم و اورانیوم غنی شده به یا تکنولوژی غنی کردن اورانیوم یا تولید پلوتونیوم 239 که روش دیگه ای ساختن سلاح هسته‌ای است در راکتور آب سنگین میشه، این رو هم میخوایم بالقوه داشته باشیم. ولی اینها رو قرار نیست سر هم بکنیم بگیم ما داریم، فقط بدانند که هر وقت بخوایم مثلا دو ماه دیگه ما میتوانیم مجموعه رو سر هم کنیم و این کمک خواهد کرد که فرض کنید پاکستان که قدرت اتمی است یا قزاقستان به ایران حمله نکنند یا سایر کشورهای همسایه و این کار رو نکنند. خب ببینید این اون چیزی است که نمیخواهند از دست بدهند. خب اینو اگر دست ندن آیا غرب باز قبول خواهد کرد یا پنجه به اضافه یک یا آمریکایی؟ ببینید این الان یکی از اون نقاط کلیدی این مذاکراته، یعنی ایران میگوید حق غنی‌سازی من رو به رسمیت بشناسیم، باشه من مثلا ذخیره 20% رو میارم زیر 100 کیلوگرم اکسیدش میکنم اگه هرچی کردم و سنتریفوژ های پر سرعتی رو که در فوردو دارم رو هم نگه میدارم، فوردو رو قرار نیست تعطیل بکنم، برخلاف نوشته رو مجله شپیگل که شایع پردازی کرده بود، چون این قراری ممکن است حتی نتنز رو تعطیل کنم ولی فوردو رو مگر سنتریفوژ هاشو به جای دیگه میکنم که اون هم بعیده. و میگن که ما حاضریم حتی، یعنی تا اینجا اختیار دارن که الحاقیه انتیتی رو هم امضا کنن، پیمان رو که اجازه میده به آژانس بازرسینش سرزده هر کجا هر زمان بخوان برن بازدید کنن، چیزی که قبلا هم ایران قول داده بود. تا اینجا جدیان و حتی آقای خامنه ای اختیار داده که در این مسیر با دولت اوباما هم مستقیم و دو به دو هیئت ایرانی صحبت کنه، ولی نه برای نرمال کردن رابطه به امریکا. این اون چیزیست که الان میخوان بگن دنیا متقابلن به این ماجرا با دیده کاملا تردید نگاه. آقای روحانی خب حالا حرفای خوبی زده اما در عمل باید نشان دهد. مسئله شرط اتمی هم نیست، عرض کردم مسئله اختیار داشتن و آزادی زندانیا به عنوان شروع کار مطرح شد، همین الان قدم بعدی این مطرحه که مقدار پارازیتی که غیر قانونی جمهوری اسلامی تولید میکنه برای بستن راه سیگنال های ماهواره‌ای همین تلویزیون شما یا همه تلویزیون های دیگه، این غیر قانونی است. الان در واشنگتن مطرحه که اگر قرار باشه معلوم بشه در ایران سیاستی عوض شده، این قبیل کارها هم باید متوقف بشه، یعنی یه چیزی بنیادی همه جانبه باشه، یعنی نه اینکه بله بله بله. و به خصوص ببینید آقای چالنگی جای حساسی قرار گرفتیم، الان لایحه جدید که بسیار لایحه قوی و تندی است، نصفش تصویب شده تو مجلس نمایندگان، نصفه دیگرش تو سنا مونده، سنا از مرخصی برگشته و درگیر سوریه و این اندازی در واشنگتن و ایناست. اگر در سنا تصویب شه این خب خیلی خیلی فشار بالایی است، دست کابینه آقای اوباما باز میشه در این. شنیدم که دولت اوباما هم میخواهد این رو ابلاغ کنه، ولی همون که عرض کردم سیاست هویج و چماق، از اون طرف میگن که خود آقای اوباما مصاحبه کرد گفت نامم من به آقای روحانی دادم، برخلاف تکذیب سخنگوی وزارت خارجه ایران دیگه خود رئیس جمهور امریکا گفت بله بنده نامه دادم، تبریک نوروزی هم نبوده و داستان هسته‌ای رو دستم رو دراز کرد. حالا باید
در واقع به نظر آقای سازگار، به نظر من مسیر طولانی هستش که قدم به قدم بخواد تحریم ها به خصوص تحریم نفت برداشته بشه، باید قدم به قدم اثبات کنه جمهوری اسلامی در همه عرصه هایی که مورد نزای دنیاست، از جمله نیرو قدس سپاه. بسیار خب، این رو برای بینندگان باید توضیح بدم، آقای نوری‌زاده هم هستن، تجربه ایشون هم در جریان هستن، که در سنا یا کنگره آمریکا که مجموعه دو مجلس هست، دو تا سنا و مجلس نمایندگان، درها بازه، به خصوص به روی کسایی که شهروندای آمریکا هستن، میتونن وارد بشن برن اونجا، هیچ پرسجوی خاصی وجود نداره که چه هستید، چه کار میخواید بکنید، یه تفتیش امنیتی فقط هست، میتونید به سناتورها، به دفترشون مراجعه کنن، به نمایندگان کنگره وقت بگیرن برن صحبت کنن، خیلی آزادانه. لابی جمهوری اسلامی از این فرصت ها و امکانات استفاده میکنه، لابی یعنی کارگزاران سیاست جمهوری اسلامی در واشنگتن، و همینطور طبعا این حق برای مخالفین جمهوری اسلامی هم طبعا هست که اونها هم دیدارها و ملاقاتهایی با اهل کنگره، کنگرسمن ها، کنگره و همینطور نمایندگان مجلس آمریکا و سناتورها خواهند. چند بارم شما؟ بله بنده هم رفتم قربان. بله. به هر حال این هم نکته بود گفتم برای شهروند آمریکایی هم نبودم، ولی خب یا به دعوت بوده یا قرار. به هر حال برای منظور من اینه، فرق مجلس با مجلس ها چون این هستش که شما بخواید نماینده مجلسی رو در تهران ببینید که مجلس آنجاز مجلس ها جدا. آقای نوری‌زاده ببینید، مسئله خیلی راحت، خیلی خوشحالیم همه، من فکر می‌کنم تمام همه بینندگان ما خوشحال هستن، زندانیان هر یک نفر هم آزاد بشه که علت اصلا چرا گرفتن، اما واقعیت اینه که زندانیان بسیاری در ایران زندانن، به خصوص در شهرستان ها ما هیچ وقت نمیدونیم، آمار دقیقی نداریم، کردپورها رو میدونیم، ابوالفضل عابدینی رو فرستادن، خیلی هستن، آقای کاظمی، بروجردی، ارجنگ داوودی، ریحانه، حاج ابراهیم، 22 دستکم 26 زندانی اهل سنت هست که در خطر اعدام هستن، جای مختلف. آیا در آستانه سفر آقای روحانی است به آمریکا که چون این اتفاقی، یعنی برای یک تصویر خوبی دادن به آمریکاست، موقتی است، یا امیدواریم این چیز بنیادی باشه در های زندان ها باز این همه زندان شما به یاد میاریم؟ میخوام بگم اوضاع روحانی خیلی فرق میکنه و بهتر از خاتمی. هر بار خاتمی میرفت خارج دو تا روزنامه بسته میشد، یه اعدام انجام میگرفت، یه تعداد دستگیر میشدن، یعنی آبروش رو پیشا پیش میبردن. حالا در مقابل آقای روحانی برعکس، دارن برایش زمینه درست میکنن. چرا عمرم ضعیف شده؟ کدوم اون گروهی که علیه آقای خاتمی کار میکرد ضعیف نشدن اونا؟ پس چرا این کار میکرد؟ یعنی نیازمند شدن؟ نه، برای اینکه نیاز دارن، برای اینکه الان وضع کشور نگرانشون میکنه. ببینید همه میگن خب ایرانی ها هیچ حرکتی نمیکنن، ولی من از یه نگاه دیگه به قضیه نگاه میکنم. ایرانی ها 4 سال پیش حرکت کردن، دنیا باشون همدلی نکرد، بدیلی در صحنه به وجود نیومد و نشد که برن تکیه کنن روش. اما رژیم میدونه اگر مسئله گرسنگی و مسئله وضع اقتصادی به نقطه‌ای به انفجار برسه، این جامعه منفجر میشه دیگه، اون وقت منتظر آلترناتیو و غیره نمیمونه. بود که بدیل آقای جانم، یعنی بدیل که نه، ولی برای آقای میرحسین موسوی بود، ولی خیلی انتقاد داشت که میگه گفتن میخوان برگردن به دوره طلایی امام. یعنی میخوام بگم مردم دیدن از این رژیم برن بیرون چیز همچی جذابی در برابرشون نیست، یا بدیل امامه یا یه گروهی که میخواد پلپوت باشه، یعنی برای مردم بدائل درستی وجود نداره. در حال میخوام بگم رژیم اینا رو میفهمه، شاخکاش خوب کار میکنن، آقای خامنه‌ای 10 تا دستگاه اطلاعاتی داره، اونا قاطی مردم میرن میان بهش میگن چه وضعی است، بنابراین میترسن، یعنی این هارت و هورتا رو میکنن از این ور زاینده رود، ولی پاش بیاد فرار میکنن، نفت و سوراخ هم پیدا میکنن. اینه که الان منتها آقای روحانی شانس آورده در این موقعیت قرار گرفته، و الان من یه نکته رو میخوام بهتون بگم، شما اشاره فرمودید به کنگره و به امریکا. بله. تو همین چند روزه شاهد بودیم که این ساختمان بنیاد علوی توقیف شد در امریکا. این در هر حال این ساختمان مال ملت ایرانه، ساختمان مال مردم ایرانه،
به خاطر سیاهکاری های رژیم ثروت ملی ما در اونجا هم داره توقیف میشه، در حالی که هدف چی بود؟ این بنا برای چی خریده شد؟ برای دانشجوهای ایرانی بهشون بورسیه ها حقوقشون بدن، کار بدن، کار دانشگاهی بکنن. ولی آقایون چیکار کردن؟ 100 میلیون دلار بنیاد علوی داده به بنیاد حلیف مال آقای خرازی، آقای ظریف. چرا توضیح نمیدن به ملت ایران؟ این پول چیکار کردن؟ شاید به کار خیر رسوندن، شاید بالاخره بعضی از آقای ظریفی که وزیر بله 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 100 میلیون دلار طبق اسنادی که در خود بنیاد علوی الان دست وزارت خزانه داری آمریکاست، 100 میلیون دلار آقای ظریف و خرازی گرفتن. اینو چیکارش کرد؟ کمال خرازی نه کمال خرازی دو بله. آقای کمال خرازی زمانی که نماینده ایران در سازمان ملل بودن و اونجا رفتن و گرفتن، بعدم در زمانی که آقای صادق خرازی اونجا بوده، این بنیاد حنیف چیکار کرده؟ خرج سینه زنی های نیویورک نشده؟ 100 میلیون دلار، 100 میلیون دلار هر سینه مثلا 1000 دلار چقدر بوده؟ نمیدونم. شیخ ابراهیم زنجانی توی همین کتابش، فوق العاده است این کتاب، مینویسه که این آدمای شیعیان مؤمن اینا فکر نمیکنن که هر چی دار و ندار دارن از زیر زمین در میارن، میدن یه مش آخوند بخورن، بعد سینه بزنن جلو آخوند و آخونده راه بهشت و نشونشون بده. الان هم همین وضعه. ولی آقای ظریف یک شخص تحصیل کرده فارغ التحصیل، یکی از بهترین دانشگاه‌های آمریکا، ایشون در برابر ملت ایران دیگه نباید کاری رو بکنه که آقای محسنی اژه‌ای میکنه. ایشون باید بیاد برای مردم توضیح بده. چرا باید بیاد توضیح بده؟ نمی‌ریزه. آن پول ملت ایرانه. باشه، سوال من اینه، من میخوام قانع بشم که چه انگیزه هایی در آدمی مثل آقای ظریف ممکنه وجود داشته باشه که خودشو ملزوم بدونه که بیاد توضیح بده به ملت. وقتی که نیزم ایشون فقط در برابر رهبر باید توضیح بدن. ظریف میگه من از جنس منو چرا متکی نیستم. آخه اگر نیستن در یک نظامی که حرف اول و آخر رو رهبر میزنه، مثل هر نظام خودکامه متکی به یک شخص، اگر این آدم شبیه اون آدم نیست، آدم آزاده ایست، آدمی است که این توقعات شما ازش دارین، اصلا اون تو چی کار میکنه؟ حالا ببینید آقای چالنگی، بالاخره انسان در برهه های تاریخ در یه جا قرار میگیره، حالا شغلی بهش میدن، حالا مراتب ارادتش رو ثابت که همین، اما وقتی در اونجا هستی و داری خودتو یک کس دیگه معرفی میکنی، حداقل ملت ایران باید بدونن آیا شما آدم متفاوتی هست. اینو میگم. درست. ولی در حال بنده اعتقاد دارم آقای چالنگی، امیدوارم این گشایش باعث بشه آقای بروجردی هم بعد از این همه سختی بیاد آقای بیرون بروجردی. از زندان بله آقای. بچه های دیگه بیان همه. بیرون الان عیسی سرخیز هنوز معلوم نیست آزاد شده یعنی مریضم است، و به قول شما صدها زندان الان در کردستان 2-3 نفر در خطر اعدام قرار دارن. 26 نفر انجمنای کرد گفتن 26 نفر در مرز که اسامیشون ماموستا، بعضیشون مقامات مذهبی هستن، ماموستا کاوه ویسی، ماموستا کاوه شریفی، مختار رحیمی، صدیق محمدی، امید پیوندی، نفراد هستن همه در مرز. و همینطور دختر نازنین ایرانی مریم شفیپور، ایشون وضعیت جسمیش، بیماریش شدت پیدا کرده، پدرش گفته نمیدونیم در زندان هست یا اینکه بردن بیمارستان، جزو ستاد در بند 209 بود، جزو ستاد انتخاباتی آقای مهدی کروبی بود، یه دختر نازنین ایرانی. اما اینو که میفرمایید، خب تنها کسی که به این چیزا اعتراض کرد آقای الان آقای عطاالله مهاجرانی، ایشون بله. تعریف کردن کشتارهای 67. ولی میبینین در این لشکری که شما از 34 سال 5 سال پیش داریم، بالاخره مدل اسلامی شیعش حر ابن یزید ریاهی بود. شما چرا نداریم حر ابن غیر از آقای منتظر؟ نه داشتیم آقای چالنگی، خیلی بی سر و صدا رفتن کنار. بعد آقای غفوری همون اول رفت کنار، خیلی ها بودن بی سر و صدا رفتن، استاد سرفرازی اینا رفتن از منبر استفاده کنن بیان بگن به جز آقای کاظمی بروجردی. بله خب منتها بعضیا گفتن مصلحت رو نمیدونن مثلا بله. ولی خب حسین علایی وقتی میاد با این شجاعت میگه که کاری که شما تو سوریه کردید باعث بی آبرویی شد و نفرت جهان عرب رو علیه ما برانگیخته، قبلا هم به جریان سال 77 اعتراض 88 اعتراض داشت، هستن منتها درجه شهامت رو این هست. آقای سازگار در همین زمینه، آیا با یک
اقدام محدود در اینجا، یک سخنان به اصطلاح نه کاملا شفاف بدون ضمانت عملی اینجا زدن و و و این وضعیت رو میشه واقعا نجات داد؟ این وضعیت رو میشه درستش کرد که یک وضعیت عملکرد حکومت در مجموع بره به سمت مصالح ملی مردم و کشور ایران؟ ببینید، وضعیت فعلی کشور که چیزی نیست جز نهایت بی تدبیری، سوء مدیریت و ندانمکاری شخص آقای خامنه‌ای. این وضعیت به جای صافاً بحرانی است، به جای رسیده که الان هر روز از یک کوچه یک گندکاری دولت آقای خامنه‌ای که ایشون از همان بهش نزدیکتر میگفت هستم دولت احمدی نژاد، داره از یه گوشه میاد بیرون. حق بیمه هنرمندا رو دولت نداده، 32,000 میلیارد تومان اوراق مشارکت فروخته با بهره های از 5% تا 20% سررسید شده، پول مردم معلوم نیست چیکار کردن، دولت موظف بده. 100,000 میلیارد تومان کسر داره دولت برای اینکه بتونه این یارانه های نقدی رو که تعهد دولت قبلی ایجاد کرده بپردازه. بودجه 60,000 میلیارد تومان کسری داره، تازه بازم اصلاح نمیشه، عددهای نجومی، و بعد هر روز از یه گوشه هم یه دزدی میاد بیرون. معلوم میشه نمیدونم 1700 میلیارد تومان مدیر عامل مس دزدیده، اون یکی 11 میلیارد دلار یادتون باشه فقط تو بودجه سال 89 گم شد و دیوان محاسبات گفت هیچ کس هم جواب نداد. و این آشفتگی که انصافاً فنن که واقعا از مخالف بگم، به عنوان یک ایرانی انصافاً وضعیت نگران کننده اقتصادی که در کشور هست. حالا در این شرایط چیزی که به عقل آقای خامنه‌ای رسیده، اولا ایشون هرگز نمیده، اگر هر کجای دیگه دنیا بود، اگر این مجلس خبرگان یک ذره، 1% از وظیفه قانونی که به دوششه واقعا میخواست انجام بده، باید آقای خامنه‌ای رو عزلش میکرد. ایشون این وضعیت رو درست کرده. ولی الان آقای خامنه‌ای تصورش این است که یک جوری این درآمد نفت رو برقرار کنه به هر قیمتی و 4 تا هم حرکت بکنه، بلکه از این بن‌بست بیاد بیرون. ولی ببینید، مشکل این است آقای چالنگی، مشکل اقتصاد ایران فقط مسئله درآمد نفت نیست، مشکل اقتصاد ایران آشفت بازار و فساد گسترده است که همه جاشو گرفته. سپاهی که میگن از اقتصاد بره بیرون، بیش از 1800 شرکت فقط در خارج از ایران داره، عمدتا در امارات، در ترکیه، در ارمنستان و بعد هم تمام جاهای دنیا، از بازارچه‌های مرزی تا قاچاق مواد مخدر، از تراکتورسازی تا کشتی سازی، از نمیدونم صنایع موشکی تا سکس ترافیک، هر جا شما دست بذارید شرکت‌های سپاه حضور دارن و بیت خود آقای خامنه‌ای و ده هم هستی. اقتصاد ایران از نقدینگی بزرگی که ایجاد شده، 480 هزار میلیارد تومان پول باد کرده، رنج میبره و دولت ناکارآمد و کسر بودجه. الان گفته شده بله 600 میلیارد دلار از هم سرمایه از کشور خارج شده. یعنی وقتی امنیت نباشه، وقتی بازده نباشه، اقتصاد ایران از نداشتن قوانین حامی مالکیت و تجارت آزاد مردم و قوه قضاییه فاسد و غیر مستقل رنج میبره. اینا بدیهیاتیه که بخواد اقتصاد درست شه باید تحقق پیدا کنه. و آقای روحانی به هر صورت در مقابل دولت یا هر دولت در مقابل این مشکلات قرار داره. ولی ببینید، در اون قسمتی که آیا این مذاکرات می تواند فوراً به رفع تحریم ها و باز شدن درآمد نفت منجر بشه، نه. به نظر من دنیا هم قدم به قدم نگاه میکنه، قدم به قدم که بردارند به موازاتی که برنجل نه فقط در عرصه پروژه هسته‌ای،
بلکه همجور که عرض کردم در عرصه زندانیان و غیره. الان خب 8 تا از زندانیان زن که خیلی هاشون تمام هم شده بود، یا آدم های مثل آقای امینزاده و عرب سرخی بیمار بودن، مدت ها رو تخت بیمارستان اصلا آقای امینزاده بستریه. اینها امثال ده ها آدم زندانیان، همجور که فرمودید زندانیان بهایی. الان یه نامه تکون دهنده خانم فریبا کمال آبادی نوشته راجع به دختر معصومش که از 13 سالگی زندانیان اهل تفکرها ختمشای دیگه کسانی که حتی سوسیالیست هستن احتمالاً زندانیان تمام اینها خوب زندانی فکر و اندیشه و عقیده هستند و معلمینی که در زندان اکبر امینی جوانی که رفت روی جرثقیل برای راهپیمایی 25 بهمن و دنیا رو متوجه اون راهپیمایی 25 بهمن کرد، خبر بود که بردنش دوباره انفرادی به 5 سال زندان محکومش کردن و دوباره فشار که مصاحبه بود و ده ها مثال به این نجیم میرسیم که پس این اقدامات ریشه ای نیست، اقدامات جنبه بیشتر یعنی با نمایش نمیشه سرت. اما من یک نکته ای رو اینجا میخوام اشاره کنم آقای سازگار، آقای نوریزاده، من این مثال رو در یکی از برنامه‌های دیگه زدم، مثال نیست، یه خاطره است. ما یکی از همکلاسی های ما بود آقای سازگار در دوران مثلا 12 سالمون، این توپ فوتبال ما رو جمعه که میمدیم بازی کنیم وقتی تو تیم نبود بازی نمیگن ور میداشت میداخت میبود تو خونه شون آتیش میزد یه کاریش میکرد، حال آدم بد میشد جمعه اصلا از یه هفته آماده کردیم بریم اونجا بازی کنیم برحال خیلی اذیت میکرد. چند تا از این بچه ها تصمیم گرفتن یه روز بدن در خونه شون یه جایی گیرش بیاره اینو کتک بزن، رفتن و همین کارو کردن و این تقریبا خونین حالا نشد، خاک و لباسش پاره شد فلان فلان، کتک زیادی خورد و بلند شد گفتش که بله از فردا اینجا پیداتون بشه همین آش همین کاسه. یعنی ما همه موندیم که حالا این حرف آقای جواد لاریجانی دیگه تحریم‌های نفتی آقای سازگار همه این عالم آدم میدونه متاسفانه دودش هم تو چشم مردم رفت در اثر این سیاست ها، باعث شد تولید نفت ایران بیاد بیرون، سوء مدیریت هم بدون هیچ تردیدی دخیل بود. حالا آقای جواد لاریجانی که به عنوان نظریه پرداز و تحلیلگر سیاسی هم بسیار ازشون ستایش شده در خبرگزاری‌های دولتی ایران، ایشون گفته که بله ما اصلا در نظر داشتیم خود ما که این نفت و صادراتمون رو کم 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 کنیم که بتونیم مثلا یک سیاست اقتصادی دیگه ای رو پیش ببریم، یعنی با پول آن کم کم تولید داخلی رو رونق بدیم، یعنی تولیدات داخلی رو خود ما تصمیم گرفتیم نفت رو کم کنیم تولیدات داخلی رو ببریم بالا و اونا رو صادر کنیم. شبیه همین خاطره ما نبود؟ بله بله، ایشون واقعا گفت اون رژیمی که استراتژیانش و کارشناس ارشدش و نظریه پرداز ارشدش محمد جواد لاریجانی باشه، من یادمه آقای خمینی ایشون هم وزارت خارجه پرت کرد بیرون، حالا دوباره اعتباری پیدا کرد و دستیار اخوی شد و در مسائل استراتژی. کدوم اخوی؟ آقا صادق معاون امور بین‌المللی شد. بله بله، حقوق بشر. حقوق بشر. خصوصاً از کام ببینید آقای چالنگی، ما با یک نظامی روبرو هستیم، هر نظامی تو جهان دروغ میگه، همه میگن، اما وقتی یه نظامی از پایه تا رأسش دروغه خیلی ساده، روزنامه ایران رو میخونید به 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 چه کشوری، اصلا در سراسر منطقه همه در حال کشتارن، ایران اسلامی امن و امان و مردم خوشبخت و همه وضعشون رو برن، یعنی از صبح تا شب دروغ میگن، شاید بلد نیستن راست بگن. نه واقعا بلد نیستن. ببینید آخوند که راست نمیگه، اغلبشون البته آدم با شرف هم توشونه، از صبح تا شب رو منبر برام دروغ میگفتن. هم شیخ ابراهیم زنجانی میگه یه بار بشینی حرفای آخونده رو از اول تا آخر بررسی کنی. یه توضیح کوتاهی میدید شیخ؟ شیخ ابراهیم زنجانی یک روحانی برجسته بود، پاشو رفت نجف درس خوند و برگشت و مجتهد و و این آدم در انقلاب مشروطه نقش مهم می داشت. شیخ فضل الله هم او محکوم به مرگ کرد بعد از اینکه البته استعلام کرد از علمای بزرگ نجف. در حال میخوام بگم وقتی شما از صبح تا شب با یه اندیشه و فرهنگی روبرو هستید که پایش دروغه، وقتی این به سیاست هم آلوده میشه دروغ اندر دروغ میشه. شما آقای چالنگی وقتی دکتر سازگار اشاره به فساد کرد، 16,000 قطعه از سازمان میراث فرهنگی گم شده، آخه در کدوم کشور میشه 16,000 قطعه کتاب
دست نوشته، یادداشت، اثر، همه اینا عکس، اینا نایاب از بین بره. شما خاطرتون هست آقای نوریزاده در سالهای 60 1360 بله اول انقلاب و بعد یا 1300 همون اواخر 60 بود کتابخونه دانشکده ادبیات اصفهان آتیش گرفت. بعد معلوم شد پوششی بود برای بردن بسیاری از نسخه های خطی سر از کجا در آورد، همین بغلا لندن جاهای مختلف. من از آقای دکتر احمدی نوه آیت الله خونساری که رئیس دانشگاه ملی شده بود، هم کلاس خودم در مدرسه، سوال کرد آیا این 5000 کتابی رو که گفتن در خونه دانشگاه ملی آتش زدین؟ آتش زدین؟ گفت نه خیر، یه عده دوست کتابای خطی و اصلی و غیره رو بردن، بعد یه مش مقوا اومدن آتش زدن، گفتن این کتابای طاغوتی. از این کارا زیاد کردن. شیر سنگی رو ببرن دبی بفروشن، آخه شما چه آثار تخش جمشید و تیکه‌هاش و چه چیزایی از ایران غارت شد، و همه اینا در پرتو نظامی که ادعا داره اسلامیه. پس یه نظام که تا این حد فاسده، لاریجانی هم باید کارشناسش بشه بیاد این حرفا رو بزنه، یعنی بیلاد لاریجانی. ولی خوشبختانه آقای چالنگی، مردم ایران حتی اونهایی که متدینن و حتی بعضیاشون که رژیم جمهوری اسلامی رو قبول کردن و انتخاب کردن، بر این باورن که این رژیم به او به حضیض خودش رسیده به خاطر دروغ، به خاطر فساد و به خاطر همه بازیایی که کرد. خب آقای سازگار، درست در یه همچین شرایطی هست، برخلاف انتظاری که میرفت آقای روحانی دست سپاه رو بر اساس صحبتایی که کرده بود یه خود کوتاه‌تر کنه در اقتصاد کشور، اما هم آقای روحانی و هم آقای خامنه‌ای هر دو دعوت کردن که سپاه نقش بیشتری داشته باشه. آقای روحانی حتی گفته که بیاد به عنوان یک وظیفه ملی و در اقتصاد معیشتی مردم رو هم یک جوری در دست بگیره. این یعنی حساب بردن از سپاه؟ این یعنی چه؟ نه، من آقای چالنگه این برداشت رو از حرفای آقای روحانی نکردم. آقای خامنه ای هم الان 3 سال تصمیمش بر این بود که یک کمی دوم سپاه رو بچینه و قسمت‌های به اصطلاح سخت افزاری بسیج رو، رزمیش رو به تحت عنوان نیروی مقاومت بسیج به نیروی زمینی سپاه داد و سازمان بسیج مستضعفین رو که آقای نقدی فرماندهشه، کارهای فرهنگی و سیاسی و غیره رو اون بگذاره و تکیهش رو به بسیج بیشتر بکنه و در واقع یه نوع بلنسی بین بسیج و سپاه درست بکنه. آقای خامنه ای هم بدش نمی آید که سپاه یه مقداری ازش اختیاراتش گرفته شه، زورش گرفته بشه و امکاناتش کم بشه. چرا؟ برای اینکه سپاه در واقع تاج و تختش رو نگه داشت براش 4 سال پیش و سازمانی شده که هم قدرت سیاسی داره، هم نظامی، هم اقتصادی، هم امنیتی، و هم نشون داده خب بالاخره ژنرال‌هاش خیلی هاشون شخصیتشون از آقای خامنه‌ای نگرفتن. آقای خامنه‌ای کسایی رو دوست داره که هیچ چیزی نداشته باشن جز اون چیزی که ایشون بهشون میده، یا آدم‌های مثل نقدی رو میخواد، کسانی که بیان بگن قهرمانان جنگ بودن. ببینید الان یکی از حوادث مهم سیاسی آقای شمخانی است که شد دبیر شورای امنیت ملی. آقای روحانی 3 تا اسم داده بود، 2 تاش آقای خامنه‌ای خط زد، ولایتی و شمخانی، فروزنده رو پذیرفت ولی خود فروزنده نپذیرفت. بعد با اصرار آقای روحانی رضایت داد شمخانی بشه دبیر شورای امنیت ملی. شمخانی آدمی است که به هر صورت با دوستان دیگه‌ای که شبیهش هستند، اینها شخصیتشون از آقای خامنه ای نگرفتن. آقای خامنه ای سپاه رو بدش نمیاد بره بیرون یه مقداری. آقای روحانی هم اینی که تعارف کرده چند تا پروژه بزرگ و ملی بگیره سپاه به دولت کمک کنه، مرادشون این است که از زوایای دیگه اقتصاد بره بیرون. ولی مسئله این آقای چالنگی، سپاه بیش از 400,000 بازنشسته سپاه در این سالیان، انواع شرکت‌های تعاونی و سهامی و غیره درست کردن، ظاهرش کاملا خصوصی است،
عرض کردم بیش از 1800 تا فقط در خارج از ایران، خدا میدونه چند هزار داخل ایران. به این بله به این به یک همچین مجموعه آقا یه سازگاره، وقتی به قول شما اصطلاحی که به کار میبرید تعارف میکنن که بیا چند پروژه ملی دیگر هم به عهده بگیر، یعنی عملا یه جور دعوت کردن برای گسترده‌تر شدن نقش اون، یعنی حداقل نشونه این نیستش که بخواد دست سپاه رو کوتاه کنه. وزرای آقای روحانی هم تا الان، وزرای اقتصادیش، تیم اقتصادیش هم گفتن، ببینید وزرای آقای تیم اقتصادی آقای روحانی تیم به اصطلاح اقتصاد آزاده، اقتصاد راست داد و روی این بند خیلی هم این سیاست رو دنبال میکنن که اقتصاد بازار حاکم شه، میدانن چاره کشور رو دست. ولی من عرضم این است که هم آقای خامنه هم آقای روحانی این رو باید بدانن که گروهی که صدها شرکت دارن و تو لابلای همه بخشای اقتصادی هستن، دهها بانک رو توش دست دارن، با همون ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر آقای خامنه است و بانک های پارسیان و پاسارگاد و آرافتی رو دارن، ده ها سرمایه گذاری مشترک دارن، به راندخوری عادت کردن، امتیازات ویژه بگیرن. اینا اینجور نیست که با یه منبر رفتن آقای خامنه ای یا با یه سخنرانی آقای روحانی در جمع فرماندهان سپاه صبح اینا از جاهای مختلف اقتصاد ایران برن بیرون. اصلا دلیلی هم نداره برن بیرون، پول یا مفت و عرض شود که کار نکرده. گاهی پروژه رو با زور سپاه میگیرند تا به دست اجرا کننده نهایی برسه چهار دست میچرخه، یعنی پیمانکار آخری که قراره اجرا کنه سه گروه جلوتر حق حساباشون رو برداشتن، یه بیش از 50% پول رفته، یه کسی اون وقت باید بره باید اون اجرا کنه. این ساختار با خواهش میکنم و نصیحت کنار نخواهد رفت از اقتصاد. اتفاقا یکی دیگه از دلایلی که فشار رو بالا خواهد برد باز بحث همین لایحه جدیده که سپاه رو یک سازمان تروریستی خواهد. اون وقت تمام شرکت های وابسته به سپاه تروریستی میشن، به اضافه این که البته از سپاه ما قرارگاه خاتم الانبیا و قرارگاه قرب و اینا که زیر نظر خاتم الانبیا هستن رو رسمی میشناسیم یا بنیاد تعاون سپاه، ولی اون هزاران شرکت آدمهای سپاه با پشتیبانی سپاه که ظاهرا خصوصی است، اون وقت میشه کار اداره خزانداری امریکا که آقای بیشترشون و نگذاره که در واقع فعالیت اقتصادی بکنن. به نظر من این قسمت هم بیرون رفتن از اقتصاد جز با قوانین در داخل، قوانین بین الملل و در واقع به کار بودن زور عملی نخواهد. خب آقای نوزده همین نکته سپاه هست، سپاه دستش خیلی جا هست، در سوریه هست، در عراق هست، جای مختلف هست. آقای روحانی دعوت کرده که آقا بیاید 5 تا پروژه ملی هم بله مثلا سیگری. گفته از اون قدرت سپاه در ساختن، ساخت و ساز جاده نمیدونم. ولی اینا همه ببینید آقای چالنگی، من خدمت رو عرض بکنم، 40% از اقتصاد ایران به گفته آقای دکتر فرابش دوست عزیزمون، 40% اقتصاد ایران دسترسه اصلا از معافه، از مالیات و از بازرسی، اون یکی زیر نظر آقای خامنه ایه، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیادهای متعددی که هستن، 40% از اقتصاد ایران نه نظارتی روش هست نه چون و اون وقت از تحریمات سود میبرن. بله کاملا. خب چرا بس باید موافق برقراری روابط باشی؟ اینا از تحریمات سود میبرن ولی توده مردم هم دارن به مرور فشار. حالا مسئله دوا، دارو یه مسئله اساسی شده تو ایران، همین بنیاد محک که برای کودکان سرطانی درست شده، یه عده انسان خیرخواه بدون اینکه دولت یک قدم براشون برداره، این بچه های نازنی خیلیشون به خاطر بیدوایی میمیرن، یا بچه هایی که فردا قرار برن مدرسه و اما نمیتونن برن مدرسه. ببینید شما، یعنی خب اینم هست، اما یه نکته رو من خدمتتون عرض بکنم، متاسفانه سپاه پاسداران که به خاطر فداکاری های اون سپاه توی جنگ، اون کارهایی که کردن، مردم دوستشون داشتن، اعتباری داشت، در دو وجه آلوده شدن.
یکی کشتار مردم، رویارویی با مردم، حوادث دانشگاه، حوادث بعد، نامه که فرمانداران سپاه به خاتمی دادن که آقای رحیم صفوی گفته بود من مسلسل سنگین رو میذارم جلوی فلسطین، جلوی خیابون فلسطین کاخ، همه رو درو میکنه این آقای. بله قبل از نویسندگان، یعنی بله هجده شهری زنجیری هم گفت این حالا هرچی میخواید بگید من زبوناتون از حلقومتون بیرون میکشم. هجده رو من دارم میگم. بله قبل هم یه همچی چیزی گفته بود. بعد هم که خب یایتون اون نامه تعداد فرمانده ها رو، خب سپاه از این وجه حداقل به خاطر عملکرد فرماندهانش آلوده شد. نکته دوم، وقتی مردم میبینن سپاه در ماکائو قمارخانه و فاحشه خانه داره چه فکر میکنن؟ بعضی از این آقایون فرماندهان سپاه در ماکائو سرمایه گذاری کردن، یعنی عیاشخانه‌ای که چینی ها اونجا گرفتن دست پرتغالی ها بود، حالا دست چین هست. خب در همه زمینه ها سپاه وارد شده. در نتیجه این چهره ملکوتی که اون وقتا میدیدیم توی جبهه ها فداکاری ایثار، با عملکرد یه عده از این فرمانده های آلوده، و وقتی من تصویر آقای خامنه ای رو میبینم که این فرماندهان دورش حرکت دارن میکنن، اون وقت پیش خودم فکر میکنم که یعنی واقعا به اینجا، و یاد ارتش ایران میفتم. همین افسوس میخورم من... اون ارتشی که فداکار بود، ایثارگر بود و اگر یه فساد کوچکی توش بود پوست اون امیر رو میکندن. خب همین در سالگرد آغاز جنگ هست، آقای روحانی یک اشاره ارتش نکرد. بله. اقداماتی که ارتش، نیروی هوایی، نیروی دریایی، نیروی زمینی رو خب به هر حال یه مقداری تارمار کرده بودن. اما باز کارهایی که کرد ارتش ایران، سپاه نیروی هوایی ما نبود، سپاه بسیار قابل ستایش. 130 تیاره روز اول جنگ فرستادن رو بغداد. اما فراموش نکنیم که آخرش فرماندهش آقای محسن رضایی اومد و گفت ما به اشتباه، یعنی تقصیر، یعنی یک سری که هیچ نوع تخصر زن صیغه است، باورتون نمیشه. من. شما نگاه کنید آقای خامنه ای را میره کنارش رئیس ستاد ارتش تیمسار صالحی داره حرکت میکنه، اما این طرف 15 تا حسن فیروزآبادی که جای 4 نفر، بقیه دیگه هم دنبالش دارن میاد. دامپزشکی خونده ایشون دیگه. من تازه اونم تموم نکرد. رئیس آدم افسوس میخوره. چه افسرهای گرانقدری هنوزم ما داریم. آقای سازگارا یک دقیقه ما وقت داریم. چشمانداز اومدن آقای روحانی به نیویورک رو چطور میبینید؟ آقای روحانی به هر صورت احتمالاً نطق سه‌شنبه آیندهش در مجمع عمومی نطق بسیار باز و رو به دنیا خواهد بود مطمئناً، و در سازمان ملل هم حالا خود ایشون گفته که برنامه ملاقات با اوباما رو نداره، کاخ سفید امریکا هم گفته در برنامه آقای اوباما نیست، ولی آقای روحانی زیرکانه گفته بود که ممکن است، در سیاست همه چیز ممکن است. به اصطلاح از اون دیدارهای اتفاقی در راهروهای سازمان ملل که آقای خاتمی، آقای خامنه‌ای بهش اجازه نداده بود، ایشون الان اجازه این کارم داره. به هر حال تمام تلاش ایشون و آقای ظریف که چند روز جلوتر اومده این است که بگویند که آمادن در داستان هسته‌ای کوتاه بیان، عقب بنشینند. عرض کردم تا امضای الحاقیه NPT و بستن نطنز جدی هستن و سایر شرایط، به شرط اینکه تحریم ها برداشته بشه. دنیا هم البته مشکلی نداره، ولی این کار رو یک به یک، قدم به قدم خواهد کرد. به اضافه اینکه مشکل تروریسم و حقوق بشر هم هست که باید آقای خامنه‌ای بهش گردن بگذاره، نمیشود حل کنه بدون اینکه حق مردم ایران رو نپردازه. آقای نوری زاده، اگر چنین بشه اتمی عقب نشینی بکنه، سوریه چی؟ عراق چی؟ لبنان چی؟ اونام جز دستور کار قرار داره، اما برداشتن تحریما به این سادگی نیست. شما عراق رو دیدید چند سال طول کشته از زیر بند 7 بیاد بیرون،
به این سادگی ها تحریم ها برداشتن یعنی برداشتن تحریم ها با یعنی الان اگر رژیم دستشو بالا ببره تسلیم هم بشه حداقل یک سال و نیم دو سال وقتی که تمام تحریم ها عجیبه که برداشتن تحریم ها و پیامنش برداشتن صدام حسین هم بود و بعد لیبی هم همینطور دیروز هم گرفتاره هنوز برداشتن معمر قذافی هم بود بعد از برداشتن تحریم ها نمیتونه سیاست به قول خیلی میگن پدر مادر نداره یه سری شوهر عمه و شوهر خاله و این چیزا داره که داره حتما به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم سپاسگزار هستیم آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در استودیو و آقای دکتر محسن سازگارا در واشنگتن با سپاس بسیار از شما و با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز توچال سند و سبلان و الوند کو و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین دلهایتان شاد روزگارتان خجسته باد.